به خدا و سلام بر شما بیننده بخش دوم و آخری خط به زنده از نور هستید طرح جدید وزارت داخله برای کاهش تهدید امنیتی در کابل و کلان شهرهای دیگر تاج محمد جاهد سرپرست وزارت داخله میگوید پس از این مسئولان حوزه ها در برابر به پروایی هایشان پاسخگو خواهند بود مجلس نمایندگان دیروز مسئولان نهادهای امنیتی را جهت پاسخگویی به جلسه استجوابی این مجلس فراخوانده بود یک روز پس از جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان امروز کابل شاهد رویداد دیگری بود که در پیوند به این وزارت داخله وظیفه اسمت الله اکبری عمری اوزه 11 شهر کابل را به حالت تعلیق دارود اما آیا تره جدید وزارت داخله میتواند از گسترش نامنی ها در کابل و دیگر کلان شهرها جلوگیری کند بررسین موضوع با حضور میمونان گرامی آقایان نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله و فهیم کدامنی از شورای حراست و ثبات میمونان گرامی خیلی شما بید بگوید که دیروز مجلس نمایندگان جهت پاسخیابی به پرسش هایشان مسئولان نهادهای امنیتی را فرا خوانده بودند از جمله سرپرس وزیر سرپرست وزارت داخله را حالا دیروز عملی موشکی در کابل آمد و پارلمان افغانستان مورد عملات موشکی قرار گرفت و امروز هم در نایه 11 و موضع شهر کابل عملی انتحاری در واقع صورت گرفت فکر میکنید حالا اینها بررسی شدن چه کسانی در این مسائل دست داشتن و اقداماتی که وزارت داخله در این قسمت انجام داد چی بوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما و جناب کدومنی و بیننده تلویزیونتان وزارت داخله یا رهبری جدید وزارت امور داخله برای تامین امنیت شهر کابل و شهرهای بزرگ افغانستان همچنان برای دفع حملات تروریستی یک سلسله راهکارها و برنامه‌های جدید روی دست گرفته در مورد ای که ما بتانیم کاهش بتیم جرایم در شهر کابل و تعداد از شهرهای بزرگ افغانستان ما در گام خاص یک بررسی های خود از شهر کابل انجام دادیم آسیب پذیری های شهر کابل شناسایی شده و وظایف مشخص هم به اکتداد تعداد کشفی و استخباراتی داده شده که به موقع عمل کردن است و رسیدگی به موقع است و پیش از حادثه جلوشه یعنی جلوگیری است در بود از ای که ما به به تازگی یکی دو آمر اوزه را امروز آمر اوزه و همچنان ببخشین آمر اوزه سیزده ها مردوی از اینا را با تعدادی از مسئولینه که در امون شرید یا در امون ساحه زیر پوشششان همچنان آدسی انفجار ماین یا مواد انفجاری در اوزه یازده و همچنان پرتاب موشک در مربوطات اوزه سیزده وظایف از اینا به تعلیق در آمد. یک سلسله اقدامات دگام شد برداشتن تعدادی از پوسته هایی که ضرورت نبود در بعضی نقاط شهر کابل و مشکلات را آورده بود اینا را برداشتیم برداشتن تعدادی از موانی در شهر کابل و همچنان بعضی ساحا در که مشکلات ترافیکی بود و و در پهلویش تقویه نهادهای کشفی و استخباراتی هم در سطح پلیس و هم در سطح ریاست امنیت ملی که حالا مردم افغانستان هم نگرانشون از این جهت نیست که نیروهای امنیتی افغانستان صادقانه کار نمیکنن در سطوی پایین نگران مردم افغانستان این است که کسانی که در سطوی بلند حکومت قرار دارن مخصوصا در سطوی سطوح بلند نیروهای امنیتی قرار دارند اینها با مسئولیت رسیدگی نمیکنند فکر میکنید حالا اگر اینها امرین یوزا بر کنار شوه اونچه وزارت داخله به اون یک پیشنهاد کرده اگر در سطوی بالا اقدامات نشوه میشه اگر هدفتان از رهبری وزارت داخله باشه شما شناخت از جنرال جاهد دارین کل عمرشه مصروف اجرای نظامی بوده اینه در مربوطات وزارت دفاع و وزارت داخله افغانستان کار بسیار خوب داره از موی ارشدش کسی بود که چند پیش کمندان گارنیزون کابل بود یک دوره موی نرشده اون امنیتی وزارت داخله بود همواره تلاش شده که اینا در رده های پایین تر افراد متخصص و افراد کارکشت استخدام شود اما آسیب پذیری خود شهر کابل داره با شهر کابل دست کم نگیریم شهر که حدود 6 تا 7 میلیون زندگی میکنه شهرونده او و شهر ای که همسایه است با یکی دو ولایتی که ناامن است و ده ها را رو و هایی که به شهر کابل منتهی میشه و این آسیب پذیری های بسیار داره شهر کابل حضور دفاتر دیپلماتیک در افغانستان در شهر کابل شرکت ها و ده ها برنامه ای که در شهر کابل اجرا میشه این کلش تمرکز دشمن و شهر کابل بیشتر میکنه دشمن هم کوشش میکنه که به گونه های مختلف شهر کابل و را هدف قرار بده و باعث ایجاد را به وحشت شود در شهر کابل که اینا هم مواردی است که نمیشه از او چشم پوشید سپاسگزارم آقای کدامنی حالا با توجه اینکه خیرشوری ها در نیادای دولتی افغانستان به حد کافی وجود داره بخصوص در حکومت وحدت ملی که به اوج رسیده فکر میکنید طرحی که وزارت داخله ریخته به منظور جلوگیری از گسترش ناامنی و حملات تروریستی در کابل و کلان دیگر فکر میکنید چقدر مؤثر میتونه این طرح باشه بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر صاحب و تمامی بینندگان محترم تلویزیون نور میشه به عنوان یک گام مثبت خوشبین بود به این کار را که وزارت داخله کرده و این کار کاش به سطح کل افغانستان برنامه گرفته شود که تمام مسئولین پلیس و امنیت ملی حتی اردوی ملی اینا یک سری برنامه را روی دست بگیرند تا ای که افسران ارشد از اینا متوجه و دقت در کارشان باشن اما چند چیز دیگه هم میتونه باشه که گاه گاه در بعضی از حوزه ها یا قماندانی های ها شاید یکی از افسران ارشده که فرد مخلص به ای وطن و این مردم و ها باشن دشمن دستایی از اونها بیشتر ناامنی ایجاد کنن تا ای که با این برنامه اونا از وظیفه سبک دو شوند که خودش میتونه یک کار تقریبا ناسواب باشه که دیگه ای که خوب است در وزارت داخله یک کمیسیون حتی ساخته شود که دوباره این وزارت را از وجود افراد وابسته به طالب ها یا دستگاه استخباراتی کشورهای همسایه تصفیه شون کنه در دوره های گذشته متاسفانه یک تعداد کسای در این وزارت آورده شده که اینا یا طالب بودن یا هنوزم تمایل تالب... تمایل به فکر طالبانی یا یا جریان طالبانی دارند که خود از اینا میتونن منفذ ورود دشمن برای ناامن ساختن نقاط مختلف از کشور ما باشه این تصفیه کاری مجدد وزارت داخله میتونه هم یک گام خیلی مثبت برای برای تامین امنیت در سطح کل کشور ما باشه و ای که سرپرست فعلی وزارت امور داخله در کنار از که بنوان قمندان قلوردو بودن و در بخش مختلف وزارت دفاع ایفای وظیفه انجام دادن اینا گذشته از جمله افسران ارشد امنیت ملی افغانستان هم بودن در زمان حکومت مجاهدین و تجربه دیگه که بنوان یک مجاهد بودن در گذشته ها هم شناخت دقیق در نقاط مختلف افغانستان با مردم افغانستان دارن هم تجربه دفاعی دارن تجربه کشفی دارن این تجربه هم کنار هم بگذارن میتونن با تشکیل یک تیم خوب کارا متحد و کارکشته پیشتر جناب دکتر صاحب از کارکشتا گفتم کارکشته ها را خب یک تعدادش آقای علومی آورده بود که حتی رف تقاوت هم برایشان گرفته بود ما اتفاقا کارکشته را که واقعا کار کشته باشه لازم نداره ما به افراد متحد مسلکی و جسور کار داریم خب کار کشته ها کسایی هستند که اتفاقا دوره اصلی کارشان تمام شدگی است یعنی کار به حد بالای از اونا فشارش زیاد بوده یا طولانی بودن زمان کاریشان به حد زیاد شده که به قول معروف اونا کمرشان خوابانده کار و به سن کهولت رسیدن در کنار مسلکی بودن ما افراد متحد را ضرورت داریم اونای را ضرورت داریم که انگیزه تامین امنیت و مبارزه با تمام گروپ های ناامن داشته باشه چون پلیس تنها وظیفش مسئله جلوگیری از ناامنی های کلان نیست حتی با جرمای جنایی خاردارزه که صورت میگیرم تنها بحث که امروز در افغانستان مطرح است تنها بس امنیت نیست این حکومت با چالش های متعدد روبرو است از جمله از همگسیختگی سیاسی میانی رهبران حکومت وحدت ملی و اینکه رهبران حکومت وحدت ملی و مسئولان این نهادها پایبند به کارشان نیستن فکر میکنید اگر چنین اقدامی را وزارت داخله بکنه و گیریم که چنین اقدام عملی شد و چنین تری عملی شد حالا اگر رهبران حکومت به کارهایشان درست رسیدگی نکنن اینها را کی به تحقیب ببرند و به محاکمه بکشن اتفاقا ما پیشتر میخواستم به می قسمت بیایم که پولیس تنها وظیفهش مسائل مبارزه با عوامل یا گروپ هایی که نامن میکنن نیست حتی اگر پلیس ما واقعا درست مدیریت شود اینا میتونن که در انتخابات ها هم جلو تقلب را بگیرن پلیس میتونه حتی در زمان امتحان کانکور هم جلو تقلب را در کانکور بگیره پولیس یا وزارت داخله یک تشکیلات خیلی وسیع و گسترده را در بخش مختلف داره که مانع ناامنی مانع فساد و مانع حرج و مرج اینا باید شوند و ما امیدوار هستیم از رهبری فیلی وزارت داخله هم سرپرست وزارت داخله که امیدوار هستیم این به خیر از مجلس نمایندگان رای بگیرن و هم موین امنیتی وزارت داخله که تا جایی که ما شناخت داریم اینا افراد متحد و کارکن بر مردم افغانستان و دلسوز هستند اینو خب یک مدت کار است که خرابی های دوره ایرک آقای علومی در ای وزارت افراد واقعا کار کشته و افراد را که به مرحله کبرسن رسیده بودن اونا را آورده بود آقای علمی یک مدت ضرورت است که دوباره اونا را شناسایی و دوباره به تقاوت سوق بتن و بجایشان افراد افسرای جوان متحد و مسلکی را بگماره چون واقعا امروز پلیس تنها پلیس امنی نیست در بسیاری از ولایات کشور ما عملا پلیس درگیر جنگ است ما شاید از این هستیم که روزانه در نقاط مختلف جوانای پلیس ما به شهادت میرسه بنان پلیس را بخش نظم آمیش تقویت بکنند دیگر هم بخش جنایی وزارت داخله باید خیلی بیشتر از وضعیت موجودش تقویت شود مسئله پلیس 119 خیلی جدی گرفته شود و واقعا یک قسمت زیادی از اتفاقات آنی که رخ میده خب مردم معال کم و بیش در کلان شهرها عادت کردن که و پلیس 119 زنگ میزنن پلیس 119 هرچی بیشتر تقویت و تجهیز کشه و حمایت شوه از کارشان بخش هماهنگی با نهادهای مختلف پلیس دقیقتر و سریعتر شوه کارایشان اینا روی هم رفته کل, ش... کل از اینا میتونن یک دستاورد خوب بر پلیس و بر کل حکومت افغانستان باشه درست است شما در اول اشاره کردین که رهبران حکومت مشکلات خود دارن ولی امیدوار هستیم که در دا وزارت داخله جنجالایی که بین ارگ و کاخ سپیدار کم و بیشی که وجود می داشته باشه وزارت داخله از این جنجالا کاملا آری و منزه بمانه و وزارت داخله به عنوان یک تیم واحد نه یک تیم پینجا پینجا بین دو گروه کار آقای کدومانی همین جنجال های سیاسی سبب شده که هنوز نیادای امنیتی توسط سرپرستان مدیریت شود خب ببینی وزیر داخلی فیلی تازه آمده سرپرست شده هنوز یک مدت محدود است که اونا در این وظیفه هستند پارلمان قبلا رخصت بود حالا که پارلمان کار شروع کرده ما امیدوار هستم که برای وزیر داخل رای بتن رئیس امنیت ملی و وزیر دفاع هم مشخص شوه که کیا معرفی میشه با پارلمان افغانستان چون اینا نهادهای خیلی مهم است امیدوار هستیم که وزارت خانه همه قسم وزارت خانه دیگه که وزیر نداره مثل که وزیر معدن استعفا کرده وزیر فرهنگ افغانستان تا جایی که ما معلومات داریم استعفا کرده بر از او وزارت خانه هم سبست. وزیر اصلیشون را معرفی کنم. تشکر آقای دانش اینکه وزارت داخله و رهبری وزارت داخله واقعا نیازمند این است که در وزارت داخله یک تغییرات بنیادی را به دلیل اینکه وزیر قبلی کارهای یک تیبه باعث در این دوره این جدید وزارت داخله یک تغییرات وجود بیا فکر میکنید وزارت داخله با رهبری جدید که الان آمده میخواهد یک تغییرات را بیاره؟ ببینید اول خوب ما نباید وزیر که امروز وزیر داخل نیست در دا صحبت بکنیم به خاطر اینکه هر شخص یک دیدگاه خود داره و یک مدیریت خاص خود داره هر کس کوشش میکنه که به موگونی یا به روشی که خودش داره مدیریت بکنه کار خود و در استخدام امروز امو چهار اصل در نظر گرفته میشه و خصوص در وزارت داخل که بحث تقواس تعهد است تخصص است و تجربه است من آقای کدومان کسانی را شده... آقای علومی خب، جا بجا ما... کرده بودن که نیاز است که اینها باید کنار بروند خب او بحث جداست ما گفتم که هر کس مدریت خدا داره و و های مدریتی هر کس فرق میکنه اما امروز رهبری جدید با یک فکر جدید و یک کارای جدید که امروز ما مثلا چند نمونه ایش پیشتر اشاره کردیم دست به کار شدیم ببینین که ما مثلا اگر به وزارت داخله امی نهادها یا بخش های امنیتی ببینیم اکثرا در ولایات ما مشکلات امنیتی وجود داره و ما در پهلوی تنفیز قانون ده ها مشکل دیگر با او دست پنج نرم میکنیم که کار ساده نیست خب ارزیابی های خود جناب وزیر امور داخله یا سرپرست وزارت امور داخله کردن و آرزو داریم که بهزودی هم راهکارهای جدیدی ره که بالای از او کار شده ایر عملی بکنن تا مردم یک تغییر ببینن البته مردم انتظار آوردن آرامش و آسایش دارند در نقطه نقطه افغانستان از ما و از تمام منصوبین پلیس و در کل از تمام نهادهای امنیتی افغانستان ما تلاش میکنیم اراده جدی برای آوردن امنیت وجود داره برای دفع عملات تروریستی و فعالیت های تروریستی دشمن وجود داره برای ما فرصت بدین که ما یک در همین کار خود شروع کنیم بعد از او باز میشه که می‌بینیم که ما کار کلام میتونیم یادتیم. پولیس افغانستان اساساً باید نقش جنگی نداشته باشه اما حالا پولیس افغانستان از اینکه تشدید حملات در افغانستان وجود داره و حملاتی که سرده طالبان و گروه های مخالف مسلح و دشمنان افغانستان است نقش جنگی گرفته با توجه به این نقش جنگی که پلیس از خودش ایفا میکنه و اینکه با توجه به پوسته هایی که در شهر کابل وجود داشت و بازرسی میکرد اگر این پوسته ها برداشته شود بدیل این پوسته ها چی میتونه باشه که امنیت کابل و کلان شهرهای دیگری را تامین بکنه ما تصمیم ما تنها در شهر کابل نیست در شهر کابل خب بگونه این پست‌ها ها تعدادش برداشته شد که برای علاوه که اینا سود نداشتن بر امنیت مشکلات خودم داشتن در سطح ولایات و ولسوالیای نامن هم این برنامه را داریم که پوست که اینا در تعداد پرسونلش کم است و آسیب پذیریش بیشتر است اینا را در مفرزه های بزرگتر جمع بکنیم که اینا به شکل کنیشی هم و نشان بدن و اینا بتانند از امون قدرت ما را داشته باشند و میتونه اینا در موقع مختلف در یک ساحه مختلف اینا به شکل بسیار جدی عمل بکنن و در پخلویش از تلفات زایات پلیس هم جلوگیری میشه همچنان در بخش های لوجیستیکی سهولت های خود میاره اینا جز برنامه است که به تازگی روی دست گرفتیم که در بعضی ساحادی را اجرا کردیم و هم در بعضی نقاط افغانستان به محالت قبلیش است که ایران مایستایستا متغییر میدیم حالا رهبری وزارت داخل رهبری جدید وزارت داخل یا سرپرستی در واقع وزارت داخل گفته که آمران حوزه مسئول هستند در برابری پرسش هایی که واردشان است پاسخگو باشند به با اینکه امروز ای که در حوزه 11 صورت گرفت امیر حوزت وظیفه به حالت تعلیق در اومد فکر بکنید چه چی چیزهایی در اختیار امیران حوزه قرار دارند که اینها کشف و زد بکنن و شناسایی بکنند مجرمین به پنجه قانون بسپارند یا به وزارت داخله معرفی بکنن؟ تمام امکانات یا آن را که در وزارت داخله در اختیار منصوبین پلیس است در اختیار امیرین حوزه ما است در مقایسه با تهدیدها در مقایسه با چالش ها و در مقایسه با وسعت ساحه یا نفوسی که در اوج زندگی میکنه ما تشکیل زیر می میسازیم و اون اساس امکانات در اختیارشان قرار میتیم چیزی که ما از آمرین حوزه یا مسئولین امنیتی پلیس در سرتاسر سر افغانستان می که باید تلاش بکنن کوشش بکنن برای دشمنی فرصت نتن غفلت وظیفوی نداشته باشند کوتاهی نداشته باشند در کارشان به موقع عمل بکنن ای به ایمان نیست که وقتی ما وظیفه یک عمر ما رو به تعلیق برده می سبک دوش میشه و میره به خانه در پهلوی از ما تحقیق میکنیم هرگاهی شخص غفلت وظیفه داشته باشه تا که باز جزا باید ببینه جزای انضباطی این یعنی مکافات و مجازات یک اصل است به اساس امید و مورد هم که ما داریم یک بخشی را جناب سرپرست وزارت امور داخله وظیفه داده که یک ریاست از بنام ریاست عمومی تفتش وزارت امور داخله که وظیفه داره که نمی قضایا را بررسی بکنه همه جانبه هرگاه اگر امر موزع مربوطه غفلت کنه و یا یک کدام منصوب پلیس ما در غفلت داشته باشه بعد باید جزا ببینه در پهلوی که میشه اگر مشکل نداشت و وظیفه خود به شکل درست انجام داده باشه و دوباره میاد به وظیفه خود سپاس گزارم بس را پس از, از یک میون برنامه دنبال کنید درود مجدد همچنان بیننده آخری خط با گونه زنده از نور استاقی کودامنی حالا واقعا پوسته های امنیتی که در شهر کابل بود و بازرسی می کرد به یک چالش در شهر کابل مطرح بود اینکه وزارت داخله تصمیم به برداشتن این پوسته ها فکر میکنید اگر این پست ها برداشته شوه آنچه که امنیت شهر کابل تضمین میکنه چی هست بدلش چی باشه ببینی پسته ها من باورم این نیست که پوسته ها کدام دستاورد کاری داشته باشن اینا بازرسی هم بیشتر بازرسی سطحی می باشن اونایی که کارهای مثل انفجار و انتحار یا اختطاف میکنن اونا از این پوسته ها بدون پرسان رد میشن و ما ندیدیم اگر احیانا هم بوده شاید کدام پوسته مثلا یک تفنگ کونه اگر کدام وقتی از کسی گرفته باشه بر علاوه یکی ای کار زیاد دستاوردشان مثبت نبوده اینا در ازدهام جاده ها این چیزا میتونن نقش داشته باشن وقتی یک پوسته خب هر موتر را که دو دقیقه بازرسی می کند در جاده های عمومی شما ببینید یک صف طولانی از موترها در نوبت می تا نوبتشان برسه و این باعث بیروبار شدن در داخل سرک های عمومی میشه. این اینجا خوب است که کار پلیس با امنیت ملی یک اندازه مشترک شود چون مسئله کشف جرم به خصوص در قسمت تروریسم و اختطاف اینا ربط میگیره به امنیت ملی امنیت ملی باید بیشتر به وظیفه ایشان توجه بکنن وقت امنیت ملی او قسمت مسائل را توجه بکنن پلیس به کار اصلیش توضیف میشه حال بدبختانه پلیس هم باید کار امنیت ملی را گردن میگره و هم کار وزارت دفاع را در بسیاری ولایت ها پیشتر هم اشاره کردم که پلیس عملا درگیر جنگ از با تورورست در حال که مسئله جنگ های کلان مربوط وزارت دفاع میشه درست است که اردوی ملی هم در بسیاری جای کار خود کرده ولی مسئله جنگ را از گردن پلیس کم بکنن دیگه مسئله کشف جرم میشه بخش جنایی پلیس بخش ریاست کشف پلیس یک مسئله که در افغانستان جا افتاده این است که تمامی کس در افغانستان می انتقاد میکنه هم حکومت افغانستان هم رهبری حکومت افغانستان می از انتقاد میکنه حالا فکر میکنید این همه انتقاد ها متوجه کیست شهروندان افغانستان از دولت افغانستان انتقاد میکنه که امنیتشون تعمین نمیکنه خب زمینه های کار را برایشان مساعد نمیسازه مسائل های دیگر و مسائل دیگری که شهروندان افغانستان انتظار دارن از دولت این مسائل را برایشان فراهم بسازد. حالا در خصوص امنیت چنین مسئله وجود دارد دیروز سرپرست سیاست امنیت ملی در پارلمان این سخن را بیان کرد و گفت که عملا استخبارات پاکستان در این مسائل نقش دارد حالا پاسخگوی اصلی در این کشور کی هست واقعا ببینید دولتی ها از خود رفع مسئولیت میکنند پاکستان وقتی مداخله میکنه طبعا عوامل داره اینجا چرا امنیت ملی یا وزارت داخله وقت تشخیص می که احمد محمود یا کی یا کی بر پاکستان یا ایران کار میکنه گرفتارش نمی کنن وقتی ما به عنوان شهروندای عادی مملکت می که کی بر نف پاکستان فعالیت میکنه، کی صحبت میکنه، کی قلم میزنه، کی فکرش فکر طالبانی است کی با از پاکستان ماهانه پول میارن مگر این کار امنیت ملی نمیفهمه که دقیقا میفهمه از از وکلای پارلمانی که وابسته به آیسا یا دیگه استخبارات کشورهای منطقه است امنیت ملی مشناسه شونه تا،, تا شاید یک مدیر لیسرا امیدوار هستیم که امنیت ملی یا پلیس در قسمت گرفتاری افراد که مخل امنیت عمومی هستند بر مردم افغانستان اقدام برای گرفتاریشان بکنم من باور دارم که دکتر با وجود که اینا در های مطبوعاتی وزارت داخل هستند ولی از اینکه که یک سابقه طولانی در وزارت داخله داشتن طبعا از بخش های مختلف کشفی وزارت مگر اگر آگاهی داشته باشن اینا میفهمن که در پارلمان افغانستان کی برای آیسایی کار میکنه اینا میفهمن که انتحاری ها در موترهای شیشستی کدام وکیل یا وزیر یا دوالی تا و بالا شده تا به حال اینا حتما میفهمند که اختطافچی کی ها هستند مگر اینا نمی که انتحاری هایی که در گذشته می در کابل یک سباز. تعدادشان حتی اونایی که به تازگی ها در لیست سیای امریکای ها و اینا رفتن در موتر کدام یکی از ی وزیرا یا والیا رفت آمد می از یک ولایت به ولایت دیگه می رفت. امیدوار هستیم که اینا نه تنها در قسمت افشای هویتشان مسئولیت خود انجام بدن در قسمت گرفتاریشان هم اینا باید اقدام بکنن سپاس حالا آقای دانش اینکه وزارت داخله و مسئول نیادهای امنیتی و کشفی افغانستان میفهمند که کیا در افغانستان تخریب میکنن و کیها با تروریستان و سازمان های تروریستی بزرگ منطقه دست دارن حالا چرا وزارت داخله حالا نیادهای دیگری اینها را معرفی نمیکنن به مردم افغانستان نمیشناسن که اینها کیا هستن و بر ضد منافع ملی مردم افغانستان کار میکنن در افغانستان ما فکر میکنم که تنهای وظیفه وزارت داخله نیست تک تک شهرونداست که بر افراد مزدور و افرادی که به بیگانا کار میکنن و توییتشان ولی بله این وزارت داخله باید اینها را معرفی میکند. تا جایی که به وزارت داخله برمیگرده ما در وزارت داخله یک دستگاه استخباراتی داریم که اینا تمام موارد هم پرسونل پلیس زیر نظارت دارن هم همچو فعالیت های و هرگاه در اختیار ما باشه و معلومات کافی باشه خب یکی بحث اتهامات است یکی مستند است و اسناد باید نیاز است که باید در او مورد اقدام شود اما هر گونه مواردی اگر باشه ما اقدام میکنیم و ما در هیچ گونه موضوعاتش تا امروز درنگ در نکردیم خب این موضوعاتی است که شنیده میشه اما چیزی که واقعیت داره که کی چی گونه کار میکنه ای باید مستند باشه و اسناد مدارکش وجود داشته باشه بر بنیاد صحبت و بر بنیاد از که اتهام بزنیم ما نمیتونیم اقدام کنیم رهبران حکومت افغانستان مسئولان نهادهای امنیتی در افغانستان پاکستان را متهم به این کردن که در امور داخلی افغانستان به در بخش امنیت مداخله میکنه و گروه های طالبان را مورد حمایت قرار میده و کسانی در داخل نظام افغانستان همچنان دست دارن با این گروه ها ببنید. اقداماتی که شما حالا این حرفایی بوده که وزارت داخل همچنان گفته ولی هیچ گای معرفی نکرده چرا اینها را به ما هیچ گونه کوتاهی نکردیم پیش ما باش هم چی افشا میکنیم هم در پاسداشتش هم در به پنجه به به پنجه قانون کوتاهی نمیکنیم خواهش می است که هر کس که این موضوعات داره و میفهمه میره بگویه به مردم افغانستان و مردم افغانستان تشنه میگه پس که یک خائن بشناسند و یک خائن به پنجی قانون سپرده شود و برد پشت میله های زندان متاسفانه امروز که از هر کس میشنوی اینم تو یک موضوع مطرح میکنم و چیزی که او این جنبی را داشته باشه که اسناد داشته باشه طبعا که ریاست امنیت وزارت داخل بخش کشویش اقدام میکنه حالا چیزی است که مردم افغانستان مطرح نمیکنه همواره از طرف مسئولان نیادهای هر مطرح مسئولی شدن. که غیر مسئولانه ای را مطرح میکنه و اسناد و مدارک را میکنه و امو یافته های خود با مردم افغانستان شریک کنن من فکر میکنم که شریک اون موس شما وقتی که یک خائن بشناسین و هویتش معرفی نکنین طبعا که با او دستتون یکی است و در آنمو دوزی اگر بگوییم استعلای عامش با او دست در گرفتن جوال یک جای کردیم سال جدید خورشیدی سال 95 از طرف بسیاری ها یک سال بعد توصیف شده حتی سازمان استخبارات آمریکا گفته که سالی است که پرچالش از به لحاظ امنیتی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان ابراز نگرانی کرده و چند اصل را برشمرده که اگر حکومت وعدت ملی با این چالش هایی که عنوانی امو چالش های اصلی برشمرده مبارزه نکنه تنها دستاورد این حکومت در حفظ خود و حفظ بقای خودش بود تدابیری که وزارت داخله روی دست داره برای مبارزه با این چالش ها چی است ما یک سلسله برنامه ها داریم برای هم برای دفع حملات تروریستی در سال 1395 هم برای کاهش جرایم در شهرهای بزرگ افغانستان در بخش عملیات ها روی یک پلان عملیاتی کار کردیم زیر نام شفق که با ختم این عملیات های زمستانی ما هم در جنوب و در شرق افغانستان و همچنان در شمال هم اکنون جوریان داره با ختم از این عملیات روی دست میگیریم این عملیات به خاطر ازی است که در او ساحاتی که در سال 94 دشمن بیشترین تحرک داشت و یا او ساحاتی که در سال 94 پاکسازی نشد به صورت مکمل در روژه تطبیق میشه و همچنان برای کاهش جرایم در شهرهای بزرگ افغانستان به خصوص جرایم سازمانی یافته هم ما هم برنامه و پلانهای را که روی دست داریم انشاءالله گیر اگر تطبیق بکنیم وضعیت بهتر میشه نگرانی هایی که مطرح شده از طرف شهروندهای ما و از طرف تعداد از هموطنهای ما ما تلاش میکنیم که ایره رفع کنیم و با اقدامات عملی برشانشان بتیم که وضعیت ما تخیر حالا ولایت فراب بخشی از طالبان در ولایت فرا آمدن با پنجاوی که های گزارش هایی که امروز نشر شده این را که طالبان با پنجاوی ها آمدن در اونجا به نوعی میخوان رویت فرا مثل ولایت قندوز و جاهای دیگری نامل بسازند و حتی مواجه به سقوط بسازن اینها ها کی هستند وزارت داخله در این قسمت اقداماتش چی بوده؟ فکر میکنید انوز وضعیت که در فرا جریان دارد قابل کنترل است؟ تنها در فراد فعالیت های تروریستی یا شبکه های تروریستی مختلف فعالیت ندارد تعداد ولایت افغانستان ما در سال 94 در 18 ولایت افغانستان مصروف بودیم اما برای دفع حملات تروریستی درست است ما برنامه داریم او حادثه را که شما در کندوس در سال 94 دیدیم او تکرار نمیشه نه در فرا نه در قندار نه در هلمند در هیچ جایی برعکس ما در هلمند با اون که دشمن بسیار تمرکز کرد تلاش کرد شما خبر داریم که خانشین روز گذشته گرفتیم با تمام قوت که دشمن در سنگین تلاش کرد نتونست که سنگینه بگیره اینو مواردی است که دستاوردهای بسیار خوب است فراموش نکنیم که ما در سال 94 به تنهایی در سر افغانستان جنگ می کردیم. بالاتر از صدها عملیات های مستقل و مشترک با نیروهای امنیتی افغانستان انجام دادیم رهبری و مدیریت جنگ تنهایی نمی نیروها می کردن. در حالی که بالاتر از 130 هزار نیروی بین المللی که تا بدندان مسلح بودن افغانستان را ترک کردن پروسه انتقال صورت گرفت اینا هم اگیش دستاوردهای نیروهای امنیتی افغانستان است حالا در سال گذشته تنها بحث طالبان مطرح بود اما سال جدید با تعدید جدید دیگری دولت افغانستان از گروه داعش فکر میکنید با توجه به اینکه گروه جدیدی در برابر در کنار طالبان در برابر دولت افغانستان صف کشیده و اینکه نیروهای بین المللی هم ماموریت جنگی در افغانستان ندارن و تنها نیروهای دولتی افغانستان هستند که باید ماموریت جنگی داشته باشند با این چالش هایی که وجود دارد چقدر توانایی ها در وزارت داخله مشخصا وجود دارد ما یک چیز به واضی به شما گفته میتونم که او حرکتی را که داعش در عراق و سوریه انجام داد و او حمایتی را دا که در اوجه داشت و او پیشرفتهایی را که داشت کاملا با افغانستان متفاوت است بحث علوی و سلفی در افغانستان بحث یک قوم و بحثی که اینا بتونن در بین مردم کار بکنن در افغانستان امکان نداره شما دیدین که در گام نخست با, با, حرکت از اینا اولین صد مردم افغانستان بودن در مقابلشان بیشترین ضربه را به اینا در ننگرهار دیدن و اینا در روج پرده و گذرانشان نشد به تازگی در قسمت های فرار کردین در هر گوشه و کناری که باشن در مقابل از اینا تنها نیروهای امنیتی افغانستانی بلکه مردم افغانستان استاد هستند با مردم افغانستان دشمنی کردن کار بسیار دشوار است اینا را به فرصت از صحنه میکشند هیچ پیشرفت نداشتن و هیچ حرکت نداشتن در سال 95 برای از بین بردن از اینا و برای قلقمشان یک اجماعی بین المللی در حال شکل گرفتن است و ما ارزوی ما است که به اهدافی ای که اینا دارند در شهر در افغانستان در ولایات مختلف در روز اینا سرکوب شوند در بیرون از افغانستان در جاهایی که مراکز تمویل و تجهیز و نگهداری و جاهای آسایش و آرامششان است ایجا هم هدف قرار بگیرند تا ای که مردم افغانستان و همچنان در کل دنیا هست شد از شر از خلاص شد سپاس دارم آقای کودامانی هنوز ده روز از سال جدید خورشیدی میگذره فکر میکنید پیش هایی که در مورد سال جدید خورشیدی از وضعیت امنیتی در افغانستان وجود داشت این پیش بینی ها داره آیستای ثبت نقش عملی خودش را میگیره یکی ای که متوجه باشین آقای پساکویی که طالب دوباره آمدنی نیست که حکومت را بگیره و حکومت بکنه این انشالله ای را کاملا مطمئن هستیم ولی در مورد از این که بعضی از مناطق به دست از اونو بیفته و ناامن بسازند متاسفانه حدس و گمان از های وجود داره چون در درون حکومت هنوز اراده قاطع و قوی برای مبارزه با تروریزم نیست گرچی رئیس جمهور به تازگی یک سری گپای را به عنوان موضع سیاسیش مطرح میکنند ولی چطور میتونیم بپذیریم که وقت رئیس جمهور این موضع را داره ولی در کابینش کسایی است که طرف داره طالب است و در کابینش کسایی وجود داره که در بعض مجالس خصوصی میگه میگه تمام این مشکلات را که حکومت داره فقط طالب میتونه با آمدن خود این فساد را از بین ببره ما چطور میتونیم بپذیریم که رئیس جمهور واقعا سر گپش یا رئیس اجرایه استاد است در حال که در اطراف هر از اینا پایین و بالا افراد وابسته به طالبا یا گروپ های تروریستی دیده میشن این خودش ما را متوجه از این میسازه که بیرون از حکومت هم به عنوان مردم افغانستان آگاه باشیم ام و آمادگی داشته باشیم ام در صورت نیاز برای دفاع از مردم خود و از سرزمین خود اما یک چیزی را که پیشتر دکتر گفتن که رسانه ها و شهروندان هم باید هویت جاسوس را افشا بکنه به نظر من تا جایی که من به عنوان یک فعال رسانه‌ای در این قسمت معلومات دارم بدون حکم حکومت یا محکمه حکومتی نه رسانه ها و نه مردم نمیتونن اینا هویت کسر را افشا کنن و نه ما حق محکمه صحرایی کس را داریم این حکومت است که باید شناسایی بکنه و به پنجه قانون بسپاره به طور نمونه هم تا اگر نیاز هم بر افشاش باشه ما می بینیم که در حکومت آقای کرزی صدای نهادهای امنیتیشان لیک کردن و بر میدیا دادن که کسی به نام وحید مشده با یکی از فرزندهای جلال الدین حقانی صحبت میکرد و اونا را تشویق کرد که چی کارا بکنن و چی کارا نکنن برای دیزگیریش ما ندیدیم کسی اقدام بکنن یا مشاور ارشد رئیس جمهور فعلی یعنی مشاور رئیس جمهور غنی میره در سفر قطر در اجلاس پگواش و از طالبا دعوت میکنه میگه شما یک گروپ فدایی تان را ببینید این می لفظ استعمال میکنه میگه گروپ فدایی را روان کنین دانش که دانش گفتن بله. کی اگر کسانی دارن اسناد و مدارک پیش کنن ما اینا را ب... ای اصناد... خب دای... میگم می و بله. وقتی که مشاور رئیس جمهور میگه گروپ فدایی تان را روان کنین که سیاف را به قتل برسانه تا مردم از شرش خلاص شود و طالبا از شرش خلاص شود و این خبر را بر رسانه های افغانستان اعضای مجلس با نام و هویتشان افشا کردن من نمی فهم پلیس در این قسمت کدام اقدام کرد یا توان اقدام را داره که از کاکای رئیس جمهور و مشاورش مشاور که که شما در بله که شما چطور در جلسه پگواژ نظر به این اسناد که فرد یا اینی چند فرد برای یکی از آژانس های معتبر داخلی گفتن که گفتن, گفتن کاکای رئیس جمهور چنین مسئله ای را در مجلس پگواژ مطرح کرد آیا تا به حال اینا کدام اقدام کردن اقدام شما به عنوان یک نهادی که باید اقدام نکردید و مسئول من پیشتر اشاره کردم که هرگاه اسناد و مدارک وجود داشته باشه تا که وزارت داخل و سایر نهادهای کشفی و استخباراتی اقدامات خود میکنن. اما آنچه که بیان شده من فکر میکنم که دقیق نخواد باشه و اگر باشه نهادهای دیگه است کسانی در داخل مجلس نمایندگان آمدن از موضوع طالبان دفاع کردن وزارت داخله به عنوان یک نهاد مسئول اقداماتش در این قسمت چی بود ببینید با همین فضایی یا با همین جوی که حاکم است با استفاده از دموکراسی بعضی موضوعات مطرح میشه صحبت ها صورت میگیره این به معنی نیست که یک کسی یک نظر خود ابراز کرد ما حاجی را بگیریم بندی بکنیم که تو چرا این زدی ده ها مورد است که روزانه مطرح میشه ما دیگه ولی حد اقل پرسیده شوه که چرا طبعا از پرسان موضوع میشه. دشمنان مردم افغانستان پرسان میشه در اون مورد تحقیق میشه جستجو میشه بحث پارلمان و مسئولیت و بحث دیدگاه ها متفاوت است مختلف است ما نمیتونیم که در کل هر کس که یک صحبت کرد او عاجل بریم در موردش تصمیم بگیریم و هی تصمیم هم تنها کار وزارت داخله نیست ده ها ارگان کشفی و استخباراتی دیگه در چوکات این نظام کار میکنه کنا باید در این راستا اقدام بکنه سپاس بذارم آقای کدامنی اینکه آزادی بیان این حق را داده کسانی بیاین و حرفایشان را در افغانستان بگن و نباید هر کسی هر حرفی را گفت ما مورد پیگر قرار بدیم ببینید آقای پساکوهی برای دکتر معلوم باشه همون قسمی تمویل و تجهیز تروریسم ممنوع قرار داده شده در دنیا تبلیغش هم ممنوع است دعوتش هم ممنوع است ما نمیتونیم به عنوان فرد یا یک جریان مردم را دعوت به اعمال تروریستی بکنیم ما نمیتونیم به عنوان افراد به این فکر تروریستی را تبلیغ بکنیم یا, یا کسی را دعوت به قتل بکنیم حالا تروریستی که ما آخر جرم یا جرم شدید می باشم حتی بر اینا عنوان پلیس وقتی که یک جنگ مغلوبه هم صورت میگیره در یک محله تمام کسایی که حتی قلمداد میشن در جرم اونا را هم پلیس گرفتار میکنن ولی وقتی که یک نفر میاد در یک مجلس کلان که بین المللی می باشه تقریبا میایه و از گروپای های توریستی دعوت میکنه اول عملی توریستی را نامش میگیره میگره فدایی بعدا اونها را دعوت میکنه میگه یک فرد مشخص را نام میگره میگه فلانی را بیاین شما به قتل برسانین به نظر من این کاملا یک جرم مشهود است و دیگه مسئله مسئولیت به نظر من مامورین حکومتی هی مسئولیت ندارن اینایی که مشاور هستن و چی هستن سپس. حتی اونایی که مسئولیت سیاسی در پارلمان به عنوان وکلا دارن اونا مسئولیت از گفتارشان برای مسئولیت دموکراتیک دارن نه ای که یک وکیل پارلمان به آدم را بکشه با موتر خود و با باز پلیس نگریش بگه ای مسئولیت دارم اونا مسئولیت از بیان گپ خود دارن نه از عملکرد جنایی خود سپاسی دارم از حضور میمونان گرام آقایان نجیب دانش معاون سخنگوی خنگوی وزارت داخله و فهیم کدامنی از شورای حراست سواد. سپاس دارم از شما های گرامی که بس را تا این دم دنبال کردید